بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما دوستان نهایت عزیز، انشاءالله کمی شما از آن خوب و صحتمند باشین. طبق سلسله درسایی که ما شما با هم خوانده بودیم، قرار بود که امروز در رابطه با پولپکتومی و پولپکتومی صحبت کنیم. بحث اساسی ما شما در رابطه با تداوی دندانهای شیری یا تداوی دندانهای اطفال هست که ما شما هفته گذشته یک مقدار در رابطه با این موضوعی که چه اهمیتی داره که با دندانهای شیری تداوی شد صحبت نمودیم. امروز در رابطه با مشابه تداوی که باید صورت بگیره انشاءالله بحث صورت میخواهد گرفت. خب در قسمت تداوی دندانهای شیری ما شما هفته گذشته صحبت کردیم، جلسه گذشته صحبت کردیم، گفتیم دو اصطلاح استفاده میشه. بیشتر بحثی که صورت میگرفت در رابطه با پولپکتومی بود بحث صورت میگیره و دوم در رابطه با پولپتومی. خب دوستان نهایت عزیز، در رابطه با پولپکتومی یا پولپتومی نکات که شما باید در نظر بگیم است که پولپکتومی یک حالتی است که من محتویات هم پولپ تاجی و هم پولپ جزری، یعنی هم محتویاتی که در قسمت تاج هستن و محتویاتی که در قسمت ریشه هستن مکمل باید بیرون کشته شود. پولپکتومی اکتومی بندر کشتن به صورت کامل هستن، کشتن به صورت کامل. زمانی که من به صورت کامل یا به صورت کامل قلب کنم یا بکشم بیرون، تحت عنوان اکتومی یاد میشه. و اتومی بنده چه حالت هست؟ به صورت پارشیل یا به صورت قسمی هستم. مثلا فرض کنید در صورت که من محتویات هم این فرض کنید این هست پلپ تاجی هم هست پلپ جزری، من در صورت که هم در قسمت جزر یا ریشه و هم در قسمت تاج هر دو با هم بیرون بکشم، یعنی هم عملیه RCT صورت بگیره، تحت عنوان چی یاد میشه؟ تحت عنوان پولپکتومی یاد میشه. ولی پولپکتومی چه حالته؟ پولپکتومی حالتی هست که من فرض کنید دندان باشه، من فقط به قسمت پول بگید قسمت تاج هسته بیرون کشته میشه، ولی پول بگید قسمت ریشه هسته باقی مانده میشه. مثلا این ساعت فرض کنید پول به تاج مکمل من بیرون میکشم، ولی پول بگید قسمت ریشه یا قسمت جذب هسته باقی مانده میشه. این عملیه به نام پولپکتومی یاد میشه. در دندانهای شیری هم عملیه پولپکتومی صورت میگیره و هم عملیه پولپکتومی. خب چه زمانی؟ هر زمانی که یک طفل همراه موشما همکار باشه، یعنی برای موشما اجازه ده ما دندان رو کاملا میتونیم آرسیتی کنیم و از فایل ها زیاد ترس نخور همکار باشه، موشما تلاش میکنیم که عملیه پولپکتومی انجام بدیم برای دندان های شیری که اطفال چه باشه و همراه موشما همکار باشه. ولی در صورت که همکار نباشه از عملیه که صورت میگیره پولپکتومیه. یک نکته که موضوع باید در نظر بگیریم است که هر زمانی که برای اولین بار یک طفل تکینی شما مراجعه میکنن، تلاش کنید که بار اول توسط فریز کار صورت نگیره، چون یک حالت باشه برای اطفال چیزی که خیلی مهمه اعتماد سازی است و یه هسته که ما ترس از اطفال دور کنیم. به امر از اولین مرحله یا اولین جلسه که صورت میگیره تلاش کنید که فرمسال توسط پنبه، توسط پنسید، توسط فرمسال آینه یک مقدار آشنا شود و مو ترسی که تف در درونش هسته چیزی بیرون ریخته شود. و جلسه دوم شما میتونید چکار کنید؟ شما میتونید توسط فریز کار کنید، توسط ربیس کار صورت بگیره. خب فرض کنید یک طفلک آمد تکنید شما دندانش شدید درد داره، کار که صورت میگیره اگر همکار باشه شما انیسی بدیم و این عملی پولپکتومی انجام بدید. یک نوته ای که ما شما در نظر میگیم تلاش شود در دندانهای شیری از موادی تحت عنوان دیپروپین استفاده نشود. دیپروپین یک موادی است که باعث میشه که محتویات ریشه و محتویات دندان نکروتیک شود و از بین برود. اگر موجود فرمسال دیپروپین استفاده کنیم برای آینده دندان شیری امکان داره خطرناک باشه و اینکه فرمسال یا دندان دائمی امکان داره آسیب برساند. بیامون از تلاش کنیم برای دندانهای شیری از دیپروپین کار گرفته نشود. تفلک تکنی شما آمد اولین کار که صورت میگیرید دنها موادی که خیلی مفید هست و برای دندان شیری ما شما میتونیم استفاده کنیم آیودوفرم هست امروی کلسیم هایدروکساید که تحت عنوان کلپلاس یاد میشه. مثلا تفلک در کلینیک آمد دندان شدید درد داره، من اول مرحله که صورت میگیره یا توسط هند پیس یا توسط فریز یا توسط اکسکاواتور، بهتر توسط اکسکاواتور شما سایه کریزی مکمل از سایه بردارید. زمان که سایه کریزی برداشته شد در سایه کلپلاس بانید، برای سه جلسه پانسمان کنید، سرش کبید بانید. ولی دندان هایی که نیکروتیک هست در نزد اطفال دندان تلاش کنید که سر باز پانسمان شود، سر بسته پانسمان نشود.
ما در بالای دندان شیر فرمسال کلپلس میمانم آید فرم جمعه کلسیم هایدروکساید مانده میشه. اگر دندان در فرمسال نیکروتیک باشه سرباز برای 24 ساعت، ولی اگر نیکروتیک نباشه برای 72 ساعت شما پانسمان کنید. جلسه بعد مریضات باز دوباره ساحه رو مکمل پاک کنید، در قسمت تاجنان پاک کنید، باز این جلسه باز دوباره در ساعت کلسیم هایدروکساید یا کلپلس در ساعت بانید برای یک هفته یا دو هفته، برای یک هفته دو هفته پانسمان کنید. در صورت که مریض درد نداشته باشد، دستا آبسه موجود نباشه، قابل تداوی مریض که آمد، باز بار پنبه رو بالا کنید، کلسیم بانید، بالا کلسیم مستقیم دی سی بانید، گلسینومیر بانید. یه نیاز نیست شما به کانالای فعالی کنید، ولی در صورت که نتیجه بخش نباشه، دندان مریض آبسه بده یا فرمسه درد نباشه، اوزن مدون شما عملیه چی پلپتومی انجام میدید. به امروز در نزدت فال بهتر چی عملیه پلپتومی صورت بگیره. دوستانی که سوال دارن، دوستانی که از این سوال هست فقط کامنت کنن، نمبر واتساپ هم هست میتونن پیام بدن، انشالله باز ما سوالات شما جواب بدیم. موفق و معید باشید، روزتون خوش، خداحافظ.